قیمت خوب، قابلیت‌های زیاد، کیفیت فوق‌العاده. سلام، من سلمانم و اینجا استودیو باز شد. امروز می‌خوایم با هم مادربرد B760 اورس الیت AX DDR4 رو بررسی کنیم. یه کوه اسم داره. اگر شما مثل من کنجکاوید که این همه قابلیت با این رنج قیمت چجوری گیگابایت در نظر گرفته، تا آخرین ویدیو همراه من باشید. برخلاف همه آنباکس هایی که دیدین، این بار همه چیز رو ما در آوردیم تا راحت تر بتونیم نشونش بدیم. کابل ساتا، جی کانکتور پنل جلویی، دوتا پیچ کوچولو واسه M2، آنتن وایفایی که مگنتی راحت روی کیستون قرار میگیره، دفترچه راهنما. اگر شما دفترچه راهنما خوندین تا الان در مورد مادربرد، توی کامنت ها حتما برامون بنویسین و کاتالوگ گیگابایت رو اینجا داریم. بخواییم به ظاهر بپردازیم، باید بهتون بگم که با یه مادربرد ATX روبرویید که با رنگ خاکستری و مشکی، از متریال خیلی خوبی هم براش استفاده شده که خیلی جذابش کرده. نکته‌ای که وجود داره توی این مادربرد RGB ساپورت نیست، یعنی گیگابایت واسش RGB رو در نظر نگرفته. اما اگر از اون دست گیمرهایی هستید که از زرق و برق خیلی خوشتون نمیاد، این مادربرد مخصوص شماست. پس من این میز آشفته رو یک کوچولو تمیزش کنم تا برسیم به خود مشخصات مادربرد. اما برسیم به مشخصات B760. دو تا سوکت 8 و 4 پینی وظیفه برق‌رسانی این CPU رو دارن. باید بهتون بگم که CPUش هم LJ1720، یعنی نسل 12 و 13 رو به راحتی ساپورت میکنه. چیپست خود مادربرد هم از مدار 12.1.1 پیروی میکنه که به ما اینو میفهمونه که داریم با یک مادربرد اقتصادی و میان رده کار میکنیم. اما نگران داغ شدن چیپست نباشید، چون هیت سینک های خیلی خوبی رو واسش در نظر گرفتن. 4 تا اسلات رم DDR4 اینجا داریم که تا 128 گیگابایت به شما رم میتونن بدن. XMP ساپورت، وقتی هم که فعالش میکنید 5333 مگاهرتز بهتون سرعت اختصاص میده. باید اینو هم بهتون بگم که 4 تا پورت ساتا داره، 3 تا M2 میخوره که همشون رو به راحتی میتونید نصب کنید و نسل 4 هم. میرسیم به اسلات های توسعه. اسلات های توسعه که B760 داخل خودش قرار داده 3 تاست که این اولیه نسل 4ه، این دوتا نسل 3 هستن. خب بیاید بریم سراغ پنل پشتی. توی پنل پشتی، من اینو بچرخونمش راحت، میتونیم ببینیم که محافظ پنل پشتی از قبل روش نصب شده. 4 تا USB 2، 2 تا کانکتور Wi-Fi 6E، پورت HDMI Display Port، یه دونه پورت USB-C 3.2 Gen2، یه دونه USB-A 3.2 Gen2 داره. دیگه عرضم به حضورتون که پورت شبکه 2.5 گیگابیتی و 4 تا USB 3.2 Gen1 داره. SPDIF و ورودی‌های صدا رو هم فراموش نکنید. خب وقتشه بریم سراغ بقیه کانکتورهای داخلی این مادربرد. 6 تا هدر فن داره که بتونید فن CPU تون یا واتر کولراتون رو نصب کنید. 2 تا ادرسبل، 2 تا RGB، یه دونه USB-C، یه دونه USB-A و 2 تا USB-2 رو هم این مادربرد توی خودش داره. باید بگم که تاندربولتی رو توی این مادربرد نمیتونید داشته باشید. اگر قصد ارتقای سیستم خودتون رو دارید، باید این نکته رو بهتون بگم که این مادربرد انتخاب خوبیه، چون شما فقط انگار نیاز است یه CPU نسل 12 یا 13 رو انتخاب کنید، دیگه رم و گرافیک رو میتونید داشته باشین و هزینه اضافی نکنید. ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب که اصلا یادتون نره. میتونید این محصول دوست داشتنی رو هم از سایت اینترنتی شهر فوفا که توی دیسکریپشن واسهتون لینکش رو میذارم خریداری کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.